مشهور خبرها، آتش زدن قرآن کریم در سویدن با واکنش های تند و گسترده جهانی مواجه شده است. پس از نکوهش این عمل از سوی وزارت خارجه امارات اسلامی، این بار رئیس اطلاعات فرهنگ هرات آتش زدن قرآن کریم را در سویدن با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده، میگوید که غربی ها نمی توانند با انجام چنین اعمال زشت و ناپسند به اهداف شومشان دست یابند. در همین حال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روحانی اهانت به ساحت قدسی قرآن کریم را محکوم کرده و خواستار برپایی راهپیمایی های بزرگ در واکنش به این عمل شنیع می باشند. آتش زدن قرآن کریم در سویدن در کنار نکوهش گسترده جهانی در داخل کشور نیز واکنش های زیاده به دنبال داشت. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات آتش زدن قرآن کریم را در سویدن به شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و ضمن حفظ وحدت مردم و دعوت به اعتراضات از تدابیر امنیتی در جهت راه اندازی تظاهرات در شهر هرات خبر می دهد. ملت مسلمان ما اجازه هر نوع عکس العمل واکنش در برابر جنایت هولناکی که دشمنان اسلام به ارتباط قرآن شریف داشته کاملا اجازه داره و انشاءالله امارت اسلامی افغانستان ارگانهای امنیتی برای تامین امنیت در خدمت مردم عزیز خود است. حجت الاسلام روحانی از عالمان دین نیز اهانت به ساحت قدسی قرآن کریم را محکوم میکند و با تأکید بر حفظ اتحاد میان مردم مسلمان افغانستان خواستار برپایی راهپیمایی های بزرگ در واکنش به این عمل شنیع میباشد. متاسفانه این کار را انجام میدن، گویا اینکه اینها از آیات الهی و آسمانی در واقع شکست خوردند و متضرر شدند. الان عقد گشایی میکنند که این عمل نابخردانه از اینو محکومه و همه مسلمان ها باید در سراسر دنیا محکوم بکنند و انزجار و تنفر خود نسبت به این عمل کرد نشان بدن. عبدالوهاب رحمانی معاون حج اوقاف هرات نیز آتش زدن قرآن کریم را شدیداً تقبیح کرده، میگوید دشمنان با اهانت به مقدسات دین اسلام در پی جریحه‌دار ساختن احساسات مسلمانان هستند. دشمنان فکر میکنن که از یک دریچه وارد بشن که یک لکنه وارد بکنن بر دین و آیین مسلمان ها و میخوان قلوب مسلمان ها را جریحه دار بکنن. اونا فکر میکنن با از بین بردن یک پارچه از قرآن مجید میتونن که چراغ اسلام را خاموش بکنن، در حالی که الله سبحانه و تعالی در قرآن مجید خبر داده که الله تعالی اسلام را غلبه میده، بلند میگردانه بر ادیان گذشته. در همین حال شهروندان هرات میگویند که از اهانت به ساحت قدسی قرآن کریم متاثر شدند و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم میکنند. واقعا از وقتی که خبر شدیم قرآن کریم در کشور سویدن آتش زدند، واقعا نگران شدیم، قلب ما به درد آمد. دیگه از هموطنان خوکی میخواهیم یک جا باشن و با هم باشن. که این خبری بود که واقعا احساس انسان جریدار میسازه و انسان در مقابل همچین حرکت دیگه نمیتونه خاموش بمانه. به عنوان یک مسلمان بگم، ما از تمام مسلمانان جهان میخوایم که با این حرکت هایی که دشمنان اسلام انجام میدن حراس نکنن و بتونن به یک نوی اونا شکست بدن. و سه روز پیش رهبر حزب راستگرا در سویدن تا یک راهپیمایی اعتراضی در مقابل سفارت ترکیه در سویدن یک نسخه از قرآن کریم را به آتش کشید. این کار با واکنش های گسترده مواجه گردید و به این ترتیب خشم مسلمانان جهان را به دنبال داشت. افغانستان، ترکیه، عربستان سعودی و امارات این کار را با شدیدترین الفاظ تقبیه و نکوهش کردند و از دولت سویدن جدا خواستند که نگذارند تا گروه ها و عناصر شریر با سوء استفاده از نام آزادی بیان به مقدسات و باورهای مردم حتاکی و اهانت کنند.